السلام علیکم بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتون میگردونیم. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر الدین عینی تشریف آورده بنای نوی تعلیمی فکولتت زبان و ادبیات روس را مورد بهره برداری قرار دادند. گزارش در این خصوص. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر الدین عینی تشریف آورده بنای نوی تعلیمی فکولتت زبان و ادبیات روس را مورد بهره برداری قرار دادند. بنای تازه‌بنیادی تعلیمی در پرتو سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های مخصوص دانشگاه به طور مؤثر ساخته شده برای باز هم بلند برداشتن صفت تحصیلات مساعدت می‌نماید. انشاءات تعلیمی از تحخانه و پنج آشیانه عبارت بوده، برای تحصیل زیاده از 1100 دانشجو در دو بست پیش بینی گردیده است. طبق لایحه بنا دارای 18 حجره کاری، 14 سیمخانه بر هوای تعلیمی، کابینت لینگافونی با 32 جای نشست، مرکز قبول امتحان ها برای 120 نفر، تالار فرهنگی با 700 جای، آثارخانه و دیگر حجره های یاری رسان می باشد. تالار فرهنگی با امکانیت وسیع برگزاری چهارمینی های علمی و عموی و فرهنگی فراغتی گوشه طبیعت تاجیکستان، آثارخانه با فراگیری سه دوره تاریخی از جمله تاریخ قدیمه تاجیکان، دوره قبل از صاحب استقلالی، زمان استقلال دولتی و تاریخ فعالیت دانشگاه مذکور در آشیانه یکم جایگیر شده است. سینفخانه های تعلیمی بر هوا که دارای شرایط خوبی دانش آموزی می باشند در آشیانه های بالایی بنا جایگیر است. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان تاریخاً اولین مکتب عالی و مکتب عالی آموزگاری تاجیکستان به حساب می رود و در طول تاریخ تعیین کرده خود، یعنی مدت 93 ساله که سپری شده است، دانشگاه هزارها هزارها کادرها را در سمت خواجگی خلق و خصوص در سمت آموزگاری تیار نموده است. با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که در این بنای خوشطرح و زمانوی متخصصان زبان و ادبیات روس در مکتب‌های ملی زبان و ادبیات روس، زبان انگلیسی و زبان معاصر روس ترجمان در سطح بلند کسبی آماده کرده می‌شوند، زیرا هدف اصلی تأسیس این بنای تعلیمی عملی‌شوی برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی برای دوره تا سال 2030 به شمار می‌رود. لازم به تاکید است که روند تعلیم در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر الدین عینی در شعبه تحصیل روزانه و فصولی از روی نظام تحصیل کریدیتی موافق نقشه و برنامه های دولتی تعلیمی براه مانده شده است. باعث افتخار است که اولین فکولتت پسیخولوگی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر الدین عینی تشکیل کرده شد. در آن بیش از 1000 نفر دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شدند، هم در شعبه غایبان هم در شعبه روزانه. دستاوردهای دانشگاه در سمت همکاری بین‌المللی نظررس بوده، سال روان 89 اختصاص دانشگاه از اکریدیتاسیای بین‌المللی اینستیتوسیونالی گذشته صاحب شهادتنامه مخصوص گردید. این مؤسسه تحصیلات عالی حالا با بیش از 120 مؤسسه خارج کشور در سمت علم و معارف از جمله تبادل اکادمی آموزگاران و دانشجویان همکاری را در سطح بلند براه مانده است. در این دانشگاه همچنین دانشجویان خارجی از 16 کشور جهان تحصیل علم میکنند که از آبروی و نفوذ بلند آن در منطقه و جهان گواهی میدهد. واقعا این بنا امکانیت فراهم میارد که جهت پیشبرد کارهای علمی و انجام رسانیدن تحقیقات علمی، برگزار نمودن سمینار، میزهای مداور، جلسه های شورای دفاع باز شرایط خوبتر فراهم آورده شود، چون که امروز در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر الدین عینی 6 شورای دفاع عمل میکند که همه ساله از داخل و بیرون دانشگاه عالمان بیش از 40 نفر رساله نامزدی و دکتری دفاع میکنند. حالا دانشگاه دارای 11 بنای تعلیمی، 6 خوابگاه برای آموزگاران و دانشجویان، 14 فکولتت، 63 کافدرا و 89 اختصاص می باشد که 73 تای آن اختصاصی آموزگاری است.
در دانشگاه در عموم 18000 دانشجو از روی اختصاصهای مقرر شده تحصیل می نمایند. تعداد دانشجویان تاریخ کوته پرزیدنتی تحصیل کننده 1600 نفر را تشکیل می نمایند که از آنها 936 نفر دختران می باشند. با قدم فیضباری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بنای نوی فکلتت زبان و ادبیات روس مورد بهره برداری قرار داده شد. فکلتت زبان و ادبیات روس از سال 1937 فعالیت میکند. در دوام این سالها هزاران نفر متخصصان را تربیت نموده است. در سال تحصیل 2024-2025 با فکلتت زیاده از 1000 نفر دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شدند. همه ساله با دستگیری ریاست دانشگاه آموزگاران جوان و دانشجویان برای تکمیل اختصاص و مبادله اکادمی به کشورهای خارج سفر بر کرده می شود. با مقصد بلند برداشتن سطح دانش کسبی دانشجویان در رشته بیولوژی و گیاگرافیا از طرف ریاست دانشگاه سال 2023 در باغ اگروبیولابراتوری بنای دوشونه تجربه آموزی ساخته با استفاده داده شد. برای اجرای سریوقتی دستور سپارش‌های سروری دولت وابسته به پیوست علم با استحصالات در پارک تکنولوژی نزد دانشگاه استحصال میز و کرسی برای مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و عالی کسبی، آشخانه، راحت کرسی‌ها برای تالارهای مجلسی، منبرها، جیوان برای کتاب، رخت خواب و نشر شعار و آویزه‌ها براه مونده شده است. پیغامخواری و سخن‌های پیشوای معظم ملت ما دانشجویان کوشش می‌کنیم که در آینده از استادان خود که دانشمند و علم دوست هستند علم و سبق کامل گرفته برای نسل آینده سبق گفته باشیم. студенти нашого факультету очень рады и безумно благодарны нашему многоуважаемому президенту Эмому Али Рахмону. Ведь именно благодаря его стараниям для нашего факультета построили новый корпус, в котором созданы все условия для лучшего изучения русского и английского языка. تشریف پیشوای ملت به دانشگاه مذکور و مورد استفاده قرار گرفتن باز یک بنای موثر تعلیمی برای حیات آموزگاران و دانشجویان این بارگاه علم و معرفت رویداد مهم و فرح‌بخش و تاریخی می باشد. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان از نوع شناسایی با امکانات فراهم شده در بنای نو تعلیمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت و در سطح بلند کسبی تیار نمودن متخصصان رشته آموزگاری و زباندانی را رسالت کسبی و مسئولیت اولین درجه آموزگاران ارزیابی نموده تاکید کردند که آینده درخشان هر دولت و ملت بر رشد بی‌میلان نظام معارف آن و در این زمینه تربیت کادرهای خوب علاقه‌مندی زیچ دارد. بیست‌ونهمی اکتبر در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بنای نوی مرکز منطقوی به خطر امنیت کفالت خیمیاوی بیولوژی رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم های تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. 29 اکتبر در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی بنای نوی مرکز منطقوی به خطری امنیت و کفالت خیمیاوی بیولوژی رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم های تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. مرکز با دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مبلغ 47 میلیون سومانی از بودجه دولتی و مبلغ های شریکان خارجی رشد آماده شده است. کارهای ساختمانی از سال 2021 آغاز گردیده سال 2024 به انجام رسید. انشاءات نوبنیاد چهار آشیانه بوده در مساحت 35.1 با طرح معماری زمانوی بنیاد یافته است. ضمن معرفی و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که مرکز دارای 16 آزمایشگاه اینوواسیونی علمی تحقیقاتی سمتای خیمیا بیولوژی و نادرترین آزمایشگاه های علمی ساحه ایمنولوژی ویروسولوژی به خطر و امنیت بیولوژی و کریمینالیستیکای یادرویی بوده برای آزمایش و تشخیص مواد خیمیاوی بیولوژی رادیاسیونی و یادرویی خدمت می نماید. آزمایشگاه ها با تجهیزات و تکنولوژی نو و زمانوی مجهز بوده برای گزاراندن تحقیقات، تشخیص و تحلیل در اساس استانداردهای بین المللی آماده شده است. افتخاری هر یک علیم است که یک توجه نیک و توجه خاصی پیشوای معظم ملت و علمان تاجیک نگرانده شده است و این دستگیری از سالهای اول استقلالیت جمهوری تاجیکستان
با علمان تاجیک نو بسته از مشکل هایی که سالهای اول بود نگرانده شده بود و ما افتخار از آن داریم که با این توجه خاصه کارهای خود را در عمل تطبیق می نماییم و امروز آزمایشگاهی که مورد بهره برداری قرار داده شد آزمایشگاه سطح منطقوی می باشد که در آن تمام استانداردهای بین المللی تطبیق گردیدند. استادان مرکز زیاده از 8 نفر تکمیل اختصاص خود را در آزمایشگاه های پیش صف دنیا از جمله در سیبرزدورفی شهر وین جمهوری افسری گذاشتند و اینچنین علمان تاجیک وظیفه دار هستند که از این نگاه خاصه و توجه نیکی پیشوای معظم ملت تمام سعی کوشش تلاش خود را بر آن سفر بر نمایند که سطح کارهای علمی تحقیقاتی و صفت کارهای علمی تحقیقاتی را باز هم به سطح بلند برداشته با این نگاه سازگار باشند. افتتاح آزمایشگاه های مذکور با مقصد عملی سازی برنامه 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف صورت گرفته برای اجرای سری وقتی تحقیقات های بنیادی در علم وطنی زمینه می گذارد. با افتتاح آزمایشگاه ها قدمی مهمی برای تحکیم امنیت و اقتدار علمی نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در تمام منطقه آسیای مرکزی گذاشته می شود. با مقصد گسترش همکاری بین المللی و در سطح استانداردهای جهانی اجرا نمودن کارهای علمی تحقیقاتی مرکز یادداشت های همکاری با اینستیتوی فیزیکای یادرویی ازبکستان و قزاقستان به امضا رسانیده است. انشاءات زمانوی همچنین خدمت رسانی های آزمایشگاه های خود را برای کشورهای منطقه پیش بینی نموده دسترسی تحلیل های با صفت و تحقیقات را برای حل مسئله های مربوط به امنیت تامین می نماید. محض توجه سرور دولت بود که مرکز ما با اسباب های زمانوی و نادر مجهز گردانده شدند. یکی از چنین اسباب ها دیفرکتومتری رنگینی می باشد که همتای او در کشور موجود نیست. این نمودی اسباب زمانوی بوده، خصوصیت های خاصی برای معین کردن مینرال ها در جنس های کوهی، این چنین مواد های شیمیایی و پیوستگی های ارگانیکی استفاده می شود. ما برای این غمخوری های پیشوای ملت یک جهان سپاسگزاریم و کوشش می نماییم که در عملی نمودن هدف های حکومت کشور سهمگزار باشیم. مرکز معاصر به حیث پلتفرم برای تبادل تجربه گذراندن کنفرانس ها و سمینار های علمی در آینده خدمت نموده برای تشکل جامعه علمی که به حل مسئله های امنیت جسمانی و پیشگیری پهنشوی مواد های شیمیایی بیولوژی رادیاسیونی و یادرویی روانه شده است سهم میگذارد. در اینجا افتتاح مرکز مذکور افضلیت های استراتژی و دراز مدت جمهوری تاجیکستان را در تحکیم امنیت و رشد علم در منطقه انعکاس نموده اینچنین صداقت کشورمان را به عهده‌داری های بین المللی در ساحه پهن نکردن اسلحه تصدیق میکند. برای دستگیری عالمان جوان 12 جای خواب مقرر شده است که شرایط مساعد گذراندن تحقیقات و تبادل دانش بین عالمان از کشورهای گوناگون فراهم میآورد. مرکز دارای 4 سیمخانه مخصوص میباشد که در آن نمایندگان مقامات حفظ حقوق و نهادهای نظامی آموزش گرفته در ساحه مقاومت به تهدیدها که به سلاح قتل عام و تروریسم شیمیایی بیولوژی رادیاسیونی و یادرویی علاقمندی دارد دانش و ملکه خود را بلند میبردارند. برنامه های تعلیمی برای به تکمیل اختصاص فرا گرفتن متخصصان از جمهوری تاجیکستان و جمهوری های آسیای مرکزی پیش بینی گردیده است. از این رو این مرکز یکی از بزرگترین مؤسسه های منطقوی برای آماده سازی کادرها به سم مهم دانسته می شود. بعد شناسایی با شرایط انشاءات پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به کارهای ساختمانی و وصل و نصب تجهیزات آزمایشگاه های مرکز بهای بلند داده برای استفاده ثمرناک بهره رشد و تحکیم علمی تاجیک و معرفی نمودن دستاوردهای عالمان تاجیک در عرصه بین المللی توصیه های سودمند دادند. پس از مراسم تنتنوی افتتاح آزمایشگاه ها سرور دولت محترم امام علی رحمان با 5 لایحه نوی ساختمانی بناهای مرکزهای علمی تحقیقاتی شناس شدند. اطلاع داده شد که 3 لایحه در اساس همکاری جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین روی کار آمده است. لایحه های مذکور نه تنها با مقصد انجام دادن کارهای علمی تحقیقات مشترک بلکه در مستحکم نمودن دوستی مردمان دو کشور دوست در دایره ابتکارات یک کمربند یک راه مساعدت می نماید. لایحه بنای اینستیتوت علمی تحقیقاتی اتومبیل های نوی برقی از 3 آشانه عبارت بوده مساحت عمومی بنا 2000 متر مربع را تشکیل می دهد. در این شاد سیمخانه های تعلیمی مرکز تعمیر ماشین های
برقی، آزمایشگاه تشخیصی تکنیکی، آموزش قسم‌های علاوگی ماشین‌های برقی، مرکزهای تحقیقاتی، کارکرد و کارگاه ماموریت، تالار تعلیمی با 150 جای و آشخانه با 60 جای نشست آماده می‌شود. بنا دارای حجره‌های آموزشی زمانوی و اینتלקتوالی با تجهیزات پیشرفته تعلیمی مجهز خواهد شد. لایحه بنای مرکز اکسپدیسیا و سنجش‌های سری وقتی معدنی از دو آشونه عبارت بود و مساحت عمومی آن 2500 متر مربع خواهد بود. در اینجا مرکز اطلاعاتی مجلسگاه با 30 جای، حجره‌های کاری و آزمایشگاه تحلیلی شیمیایی، تحلیل خاصیت‌های موادها، حجره ریاگنت‌ها، نگهداری باقی‌مانده‌های ماده‌های خوفناک و زهرآلود کننده جایگیر می‌شود. مقصد از تأسیس مرکز سنجش و آزمایش کندنی‌های فایده‌ناک معدن، تحلیل و تحقیق کن‌های کندنی‌های فایده‌ناک زیرزمینی و آموزش و تحلیل ترکیب شیمیایی و فیزیکی خاک میباشد. لایحه بنای مرکز علمی تکنولوژی‌های اطلاعاتی از 3 آشونه عبارت بوده، مساحت عمومی آن 2000 متر مربع خواهد بود. در اینجا مرکزهای اطلاعاتی اداره‌کنی، تالار نمایشی، آزمایشگاه‌های برنامه‌سازی، شبکوی، کابینت مولتی مدیوی و مرکز اداره‌کنی و تالار لکسیونی جایگیر کرده می‌شود. ضمن معرفی لایحه مرکز بین‌المللی آموزشی مقاومت به تروریسم با استفاده از سلاح قتل عام و مواد شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان اطلاع داده شد که آن با مقصد پیشگیری ظهورات نامطلوب جهانی امروزه از جمله تروریسم و اکستریمیسم با استفاده از سلاح قتل عام، موادهای شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی و استفاده بری دیگر اصولهای حاضر زمان به نقشه گرفته شده است. بنای مرکز بین‌المللی از 10 آشونه عبارت بوده، بنیاد آن در مساحت 401 زمین پیش بینی گردیده است. پیش از همه مینداری خسرو به پیشوی معظم ملت می‌رسونیم که برای بنیاد همین مرکز منطقوی امنیت، بی‌خطری و کفالت‌های خبریه کمک کردن و این مرکز بنیاد شد و مورد بهره‌برداری قرار داده شد و ما هم کوشش میکنیم که سطح صفتی کارهای علمی تحقیقاتی به درجه بلند دوام داده شود. همچنین امروز معرفی گشت 5 لایحه که یکی از این لایحه ها بنیاد فیلیل اگنتی امنیتی شیمیایی، بیولوژی، یادرویی و رادیاسیونی در ولایت خطلو میباشد و کوشش میکنیم که ساختمان این انشاءات به صفت بلند و در مهلت‌های معین شده به سامان رسانده شود و همه این امکانیت میدهد که کارهای علمی تحقیقاتی در سطح بلند به انجام رسانده شوند. لایحه 5 بنای فیلیال اگنتی امنیت شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در ولایت خطلان بوده، ساختمان آن در شهر بختر به نقشه گرفته شده است. بنای مذکور از مجموعه بناهای 2 و 3 آشونه عبارت بوده، در مساحت 1201 زمین بنیاد می‌شود. در بنای مذکور ساختمان آزمایشگاه، حجره‌های کاری برای کارمندان ساحه تامین به خطری یادرویی و رادیاسیونی، تالار مجلسی و سیمخانه‌های موثر مجهز پیش بینی شده است. اطلاع داده شد که ساختمان بنا و مجهزگردانی آن از حساب مبلغ‌های بودجه حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی بین‌المللی نیروی اتمی عملی می‌شود. بعد شناسایی با لایحه‌های انشاءات بنیاد شونده، پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان به مسئولین برای نظارت اجرای با صفت کارها و جلب متخصصان محلی دستور و سپارش‌های مشخص دادند. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنونی ساحه نقلیات، مرکز بین المللی دیپلماتیای منطقوی نقلیات و کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه کشی انشاءات نقلیاتی را مورد بهره برداری قرار دادند. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنونی ساحه نقلیات، مرکز منطقوی دیپلماتیای نقلیاتی و کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه کشی انشاءات نقلیاتی را مورد بهره برداری قرار دادند. نخست راهبر دولت محترم امام علی رحمان با طرز فعالیت کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنونی ساحه نقلیات شناخته شدند. انشاءات مذکور در اساس دستور و سپارش های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره عملی سازی رقمی کنونی ساحه راه و نقلیات تأسیس داده شده است.
با عملی شدن نظام رقمی نظارت امکان فراهم گردید که حرکت واسطه های نقلیات در دوردست‌ترین منطقه ها نیز به تنظیم درآورده می شود. از 30 مدل رقمی کنونی که در وزارت موجود است، عین حال 13 مدل به مانند مجهزسازی تکنیک های راهسازی با جی پی اس و نظارت فعالیت ثمرناک آنها، اینچنین پیشگیری حرکت نقلیات گران وزن توسط ترازوهای زمانوی دینامیکی و پیوست به مرکز مورد عمل قرار دارد. به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که تأسیس مرکز تماس با رقم کوتاه کرده 8808 در سمت بهتر کردن کار و خدمت رسانی مساعدت نموده، روند گرفتن اجازت نامه، رخصت نامه، راحت و بارخط، موجودیت بار یا طلبات را برای واسطه نقلیات جهت انتقال بار پیشنهاد می نماید. مرکز تماس امکان می دهد که از تمام گوشه و کنار کشور و بیرون از آن فرمایش ها از روی سمت های بارکشانی، مسافربری، گرفتن راحت و بارخط قبول گردیده سری وقت اجرا شود. ماز برای عملی نمودن 30 مدل رقمی کنونی در وزارت نقلیات مرکز تماس با رقم کوتاه 8808 فعالیت میکند که تمام خدمات رسانی های سوهای را و نقلیات را برای گرفتن حجت های اجازت دهی، سرتیفیکات کنونی، رخصت نمای بین المللی، راهخط، بارخط، برای گرفتن فرمایش و اجرا نمودن آنها این مرکز تماس فعالیت میکند. مرکز تماس عین حال از 9 نفر عبارت بوده، دوره به دوره پس از به پورگی فعال شدن 30 مدل تا 80 نفر آورده می رسد. مدل اجازت نامدهی برای گرفتن اجازت نامه چی گونه حجت ها لازم است، برای گرفتن سرتیفیکات چی گونه حجت ها لازم است، مرکز تماس می تواند که مشورت ها دهد. انتقال دهندگان را یعنی که بار را با صاحب ماشین می تواند پیوست نماید، یعنی که برای دریافت بار با انتقال دهندگان مشورت ها میتید. پس از رقم کنونی همه این نقلیات بارکش به طور الکترونی مدل لگیستیک رقمی فعال میشود و به طور الکترونی همه میزاجون میتوانند از این سیستم استفاده برند و مرکز تماس میتواند با رقم کوتاه 8808 و تمام میزاجون کمک رساند، یعنی که در دل خواه وقت از دل خواهجا می توانند زنگ زنند فرمایش خودشان را تیند و مرکز تماس فرمایش را اجرا نماید. مرکز تماس برای قبول فرمایش از رانندگان، صاحبان بار، مسافران و اجرا نمودن فرمایش ها، اینچنین برای جواب دادن به سوال های مشتریان و صاحب کاران خدمت می رساند. مقصد از تشکیل نمودن مرکز تماس، مشتریان می توانند به خراجات زیادتی و صرفه وقت طریق زنگ از دلخواه نقطه های کشور می توانند خدمت رسانی های صاحب نقلیات را دسترسی نمایند. ما 150 نموده خدمت رسانی نقلیاتی داریم، از جمله اجازت نامه، راخط، بارخط، سرتیفیکات و دیگر نمود خدمت رسانی ها است که مشتریان می توانند در دل خواه وقت با ما در تماس شوند. در کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنونی سوهای نقلیات متخصصان محلی به کار جلب شدند. برنامه های کامپیوتری که در این مرکز مورد عمل قرار دارند از جانب برنامه سازان جوان ساخته شدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به فعالیت آنها بهای بلند داده، جهت باز هم آموختن علم های زمانوی، از خود کردن علم های دقیق و با این وسیله معرفی نمودن تاجیکستان در سطح بین المللی هدایت نمودند. من خیلی شاد هستم که با دستگیری های پیشوای ملت ما در چنین مرکز کار و فعالیت میکنیم و من هم کوشش میکنم که دانش خود را سعی قلدی هم از همه ایکانیت هایی که پیشوای ملت برای جوانان خصوصا برای جوان دختران مهیا میکند، ما باید این غمخوری ها را نگاه کرده برای وطنمون کوشش کنیم. با دستگیری و غمخوری های پیشوای ملتمون محترم امام علی رحمان، ما همچون برنامه ساز در این مرکز کار و فعالیت میکنیم، ما همچون برنامه ساز داخلی کار و فعالیت میکنیم. امکانات های فراهم گردیده حکومت جمهوری تاجیکستان کمک نمود که متخصصان داخلی چنین برنامه های رقمی کنونی را سازند. مرکز از ریاست های نظام اداره کنی دارایی های راه،
ریاست برنامه سازان و امنیت اطلاعاتی، ریاست نظام ذهنی نقلیاتی که در جهان با نام ITS معمول است و لگیستیکه رقمی عبارت بوده، هر یک ریاست وابسته به سمت فعالیت از جمله بروی خطگیری و شناسنامه کنانی پره دارایی های راه، برنامه سازی های مدل های رقمی کنانی ساحه و عملی نمودن تمام برنامه هایی که در اساس طلبات 30 مدل ساحه طرح‌ریزی شدند امکان فراهم می سازد. کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه راه و نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با تمام تکنیک و زمانوی مجهز گردانیده شده دارای 57 جای کاری می باشد. مرکز از 3 ریاست، 3 شعبه و یک بخش عبارت است. مقصد از تاسیس مرکز این می باشد که همه به طور الکترونی پیشنهاد نمودن خدمات رسانی ساحه، کاهش دادن عوامل های کرپسیونی، صحیح و شفاف جمع‌آوری نمودن نشان‌دهنده آماری، از بین بردن اقتصاد پهنادی و در مجموع زیاد نمودن مجموع محصولات داخلی از حساب ساحه راه و نقلیات میباشد. با مقصد تطبیق کانسپسی اقتصاد رقمی، برنامه رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021 2025 و هر چه زودتر گزارش ساحه راه و نقلیات به نظام رقمی از جانب متخصصان سی مدل رقمی کنیم ساحه معین گردیده است که این نشان‌دهنده نهادی نیست. عین زمان 13 مدل آن مورد تحریزی و کارکرد با استفاده قرار دادند. مدل های مذکور از جانب سه ساختار اساسی مرکز، ریاست برنامه سازی و امنیت اطلاعاتی، نظام اداره کنی دارایی راه، نظام ذهنی نقلیات در عمل تطبیق کرده می شود. سیستم الکترونی مرکز با روزنه کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی اینوواسیا پیوست شده برای ساده گردانیدن روند خدمت رسانی نقلیاتی مساعد می باشد. علاوه به این تمام نقلیات بارکش و مکان موجودیت بار با طور الکترونی در مخزن جایگیر شده طبق فرمایش میزاجان و صاحبکاران با خدمت رسانی فرا گرفته می شوند. پلتفرم یگانه اداره نظام های نقلیاتی با دیگر نظام های مدل همگیرویی بوده برای بقایدگیری سوبیکت و ابیکت های انفراستراکتور نقلیاتی پیشبینی گردیده است. مقصد اساسی این پرتال نشاندهانده خدمت رسانی الکترونی نقلیاتی با اشتراکچیان بازار نقلیاتی می باشد. پلتفرم مذکور برای سوبیکت های انفراستراکتور نقلیاتی با نظرداشت بقایدگیری ابیکت های انفراستراکتور نقلیاتی تمام حجت های اجازت نامدی از آن جمله اجازت نامه، رخصت نامه، سرتیفیکات، برخط، راه خط به طریق الکترونی پیشنهاد شده حساب برابری کنی غیر نقدی را براه ماند. سیستم اداره کنی دارایی را در تاجیکستان برای استفاده بری سمرناک انفراستراکتور راه با استفاده برده می شود. سیستم سه منبع اساسی را در بر می گیرد. اینوینتاریزاسیای دارایی را، بقیدگیری تمام دارایی را از جمله خودی را، نقبها، پولها و دولانها. دویم منبع اساسی این با تحلیل و بهادهی منتظم تفتیش نمودن و نظارت نمودن حالت را و از سیستم اطلاعاتی جغرافی یعنی گیس، کارتها یا که مپ اینسترومنت ها استفاده بردن تحلیل اون را و سیوم منبع اساسی این بنقشه‌گیری و مبلغ گذاری است. در این مرحله اساساً ما تنظیم صرف مبلغ های بودجتی را برای تعمیر و بنقشه‌گیری ساختمان راه‌های نو یا که دارایی نو اینچنین هم پول هم دولان ها و غیره ها با استفاده میبریم. در این زمینه در سمت همکاری بین المللی نیز پیشروی های نظررس به میان آمده است. حالا همکاری زیچ با جمهوری اسلامی پاکستان براه مانده شده بار از بندرهای آبی به ممانیت و با نرخ ارزان دسترس می گردد. در مجموع فعالیت مرکز امکان می دید که تمام خدمت رسانی های نقلیاتی، حسابات آماری، تحلیل و بنقشه‌گیری به طور الکترونی شفاف تأمین شود و عملهای کرپسیونی و اقتصاد پنهانی به مراتب کاهش یابد. پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان با فعالیت مرکز منطقوی دیپلماتیای نقلیاتی نیز که هدف اساسی تشکیل آن آماده نمودن متخصصان و کارشناسان ساحوی سطح بین المللی برای اشتراک در گفت‌وشنیدها، یعنی بلند برداشتن سویه دانش دیپلماتی آنها برای معرفی، پیشبرد و حفظ منفیت‌های نقلیاتی کشور، اینچنین تحکیم موقع نقلیاتی جمهوری در منطقه می باشد، شناس شدند. مرکز منطقوی دیپلماتیای نقلیاتی با دستگیری به واسطه
اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه تأسیس داده شده از جانب 3 کشور آسیا این تشبث پذیرفته شده است. فعالیت خود را مرکز در هماهنگی با زیرساختار سازمان ملل متحد مرکز بین‌المللی دیپلماتیای نقلیاتی براه مانده تصمیم گرفته است که از کشورهای منطقه آسیای مرکزی کارشناسان را به حیث هماهنگساز در رژه مجازی به کار برای فعالیت مشترک دعوت نماید. هدف اساسی تأسیس دادن مرکز مذکور این آماده نمودن کارشناسان صحوی سطح بین‌المللی برای اشتراک در گفت‌وشنیدها، یعنی صیقل دادن دانش‌های دیپلماتی آنها برای معرفی پیشبرد و حفظ منفعت‌های صحوی ملی کشور عزیزمان و اینچنین استوار نمودن مقام سیاست منطقوی نقلیاتی در عرصه بین‌المللی میباشد. فعالیت مرکز مذکور از حساب سرمایه خارجی پیش بینی شده است. در این اساس در همکاری با مرکز بین‌المللی دیپلماتیای نقلیاتی، همکاری با شریکان رشد یعنی اینستیتوت های بین‌المللی مالیوی براه مانده شده، در همکاری با متخصصان منطقه دایره فعالیت آن را وسیع نماییم. برای پیشبرد فعالیت در همکاری با مرکز بین‌المللی دیپلماتیای نقلیاتی بین‌المللی برای جلب سرمایه خارجی با شریکان رشد همکاری به راه مانده شده. در برابر این، برای رشد همکاری متقابله با کشورهای آسیای مرکزی تصمیم است که از کشورهای همسایه و شریک کارشناسان ورزیده به حیث هماهنگسازان برنامه‌های مینبعده جلب کرده شوند و همکاری سودمند برای کارکرد سیاست یگانه منطقوی نقلیاتی راه اندازی گردد. در وزارت نقلیات با اشتراک سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین آزمایشگاه کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه کشی انشاءات نقلیاتی بعد نوسازی به فعالیت آغاز نمود. آزمایشگاه از بخش های آزمایش بتون و ریگ و شغل، اسفالت و قیر، مواد کیمیاوی، آزمایش اکولوژی و کارهای پیش از لایحه کشی می باشد که با تجهیزات نو و زمانوی مجهز گردانیده شدند. حالا به غیر از این، آزمایشگاه در اختیار خود باز دو آزمایشگاه سیاری با تمام تجهیزات و لوازمات ضروری تشخیصی مجهز، گیورادارهای اکتشافی زمانوی دارد که امکانیت های آن را در گذرانیدن کارهای آزمایشی و نظارتی باز هم بهتر می نماید. تجهیزات ضروری زمانوی و اقتدار ذهنی و ملکه کارمندان در سمت لایحه کشی به آزمایشگاه امکان می دهد. آید با معاین نمودن خاصیت های فیزیکی و مکانیکی خاک، بتون، مصنوعات آهن و بتونی، اسفالت، قیر نفتی، خاکه مینرالی، شغل، ریگ، آب و جنس های کوهی سنجش ها گذارانده، رقم و دلیل و معلومات ضروری را به لایحه کش ها پیشنهاد نمایند. در وزارت نقلیات کشور، ترازی لایحه ها و نظارت مالیفی را آزمایشگاه کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه کشی انشاءات نقلیاتی به ذمه دارد که با دستور هدایت های اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امام‌علی رحمان تجدید و نوسازی گردید. آزمایشگاه از بخش های آزمایشی بتون و ریگ و شغل، آزمایش موم و قیر، آزمایش مواد های کیمیاوی، آزمایش اکولوژی عبارت می باشد که با تجهیزات نو و زمانوی مجهز گردانده شده اند. این حال به غیر از آن اسباب و تجهیزات استاسناری آزمایشگاه در اختیار خود باز دو آزمایشگاه سیاری با تمام تجهیزات و لوازمات ضروری تشخیصی تجهیزانیده شده گهرادارهای اکتشافی زمانوی دارد که امکانات های آزمایشگاه را در گذراندن کارهای آزمایشی و نظارت مالیفی را باز هم بهتر می نماید. در دایره گذراندن آزمایش ها با استفاده تجهیزات معمولی انعنوی و معاصر تکنولوژی با اسلوب مختلف از انتخاب جدا کردن و دسترس نمودن مواد نمونوی تا پیشنهاد خلاصه زیاده از 100 نمود عملیات سنجشی گذرانیده می شود. همچنین در درآمدگاه وزارت نقلیات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان از نمایش تکنیکا و تجهیزات صحوی معاصر راهسازی و نظارتی دیده نمودند. ساختارهای نوی همقدم زمان نظام فعالیت و روند خدمت رسانی ها را در ساحه راه و نقلیات با استانداردهای بین المللی مطابق گردانیده عامل رشد بانظام می باشد که پیوسته با دستاوردهای نمایان به قید گرفته می شوند.
29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینوی پایتخت کارخانه استحصال سندویچ پنل را مورد بهره برداری قرار دادند. گزارش در این خصوص. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت کارخانه استحصال سندویچ پنل را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه استحصال سندویچ پنل در دایره دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با مقصد رسیدن به هدف چهارم استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور از جانب جمعیت سهامی کشوده دوشنبه صنعت در مساحت 7172 متر مربع بنیاد گردیده است. خطی تکنولوژی و دستگاه و تجهیزات کارخانه از جمهوری مردمی چین وارد و نصب کرده شده، در آن استحصال محصولات با صفت و رقابت پذیر براه مانده شده است. سندویچ پنل مصالح ساختمانی بوده از سه نامگوی اشیای خام تونوکا، پلی اورتان و تسمه با فشردهی گرم یا خنک آماده کرده می شود. محصولات کارخانه وابسته به تعینات پنل های سقف و پنل های دیوار جدا کرده شده، اساسا برای نمای بیرونی کارگاه های استحصالی، سردخانه ها، انشاءات تعینات گوناگون، پوشیدن بام بناهای بلند آشیانه و یخدان با مقصد نگاه داشتن سردی و گرمی استفاده کرده می شود. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که اقتدار استحصالی کارخانه در یک روز 960 متر مربع و در یک سال 276480 متر مربع را تشکیل می‌دهد. با مقصد عملی گردانی دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان اوید به صنعت کنونی با سرعت کشور، ما تصمیم گرفتیم که در برابر دیگر کارگاه های جمعیت سهامی دوشنبه صنعت باز یک کارگاه نوی استحصالی محصولات های ساختمانی سندویچ پنل را براه مانیم و اینک امروز باعث خرسندی است که کارخانه استحصالی محصولات های سندویچ پنل با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به استفاده داده شد. استحصالی محصولاتی که در کارخانه نوتاسیس براه ماندیم در کشور نخستین مرتبه بوده، پیشتر از جمهوری ازبکستان، ترکیه و دولت روسیه دسترس کرده می شود. محصولات استحصال کننده این کارخانه جوابگوی استانداردهای بین المللی بوده وارد ایواز کننده می باشد. در آینده مقصد داریم که برای وسیع گردانی دایره فعالیت کارخانه جایهای کاری را زیاد کنیم و محصولات های ساختمانی سندویچ پنل را برای صادرات نیز استحصال نماییم. در کارخانه مذکور 25 نفر با کار تامین گردیده، از جانب متخصصان جمهوری مردمی چین با آموزش نظام کاری تجهیزات معاصر وصل گردیده فرا گرفته شدند. بسیار خوشحال هستیم که در این کارگاه با جای کار خوب و شرایط نقص تامین گردیدیم. مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که ما جوانان را دیدار مینمایند. بهر پیشرفت وطن خود صادقانه خدمت نماییم و علم زمانوی را آموزیم، صادق به وطن ملت خود باشیم. ما کلکتیو جمعیت سهامی دوشنبه صنعت وعده میتیم که به هدایت های پیشوای معظم ملت سازوار باشیم. در این کارگاه دو نمود پنل های آهنین استحصال کرده می شود. پنل های آهنین برای بمپوش های بناها و پنل های آهنین برای دیوار های بنا. مینداری خود را من به پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین صاحبکاران را دستگیری مینماید. تا حال این محصولات از خارج کشور وارد کرده می شود. اکنون با مورد عمل قرار گرفتن کارخانه استحصالی محصولات سندویچ پنل در شهر دوشنبه، ارزش چنین محصولات برای اهالی ارزان گردیده، دسترسی به آن نیز آسان می گردد. بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتن باز یک کارخانه نو در شهر دوشنبه و راه اندازی استحصالی محصولات واردات عوض کننده که در دایره سیاست سازنده و بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عملی گردیده است، از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام عبرت بخش نامیده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولین جمعیت سهامی کشوده دوشنبه صنعت دستور دادند که شماره کارخانه هایی که محض سندویچ پنل استحصال می نمایند در کشور زیاد کرده شود تا اهالی با چنین محصولات ساختمانی که بیشتر در ساختمان سردخانه ها استفاده کرده می شود دسترسی داشته باشند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نمایش محصولات کارخانه نو تاسیس و دیگر کارگاه های جمعیت سهامی کشوده دوشنبه صنعت شناس شدند. در نمایش محصولات کارگاه های فلزات
بتونی، اوی به تخت سنگ های دیواری، نوه های بتونی، محصولات ساحل مستحکم کنی، ستون های بتونی برای خط انتقال برق، کارگاه های آمیزش بتونی، اوی به استحصال بتونی ام 100, 150, 200, 350 و 400 ستون های فلزاتی برای خط برق، پنجره، دروازه، نشستگاه های گوناگون، قوطی های پرتاوگیری، زینپایه، کارگاه های تولید اکسیژن، کارکرد چوب و تخته، استحصال در و تریزه های پلاستیکی و محصولات ساختمانی پیشنهاد گردید. ضمن بازدید از نمایشگاه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مسئولین را وظیفه دار نمودند که برای افزایش اقتدار استحصالی، تأسیس جای های نوی کاری، تولید نامگوی نوی محصولات با صفت صنعتی و سهم گذاشتن در رشد اقتصادی ملی در آینده نیز تدبیرهای بیشتر را عملی گردانند. جمعیت سهامی کشاده دوشنبه صنعت در مساحت 253400 متر مربع در برابر فعالیت یکچند کارگاه های استحصالی اینچنین گرمخانه بنیاد نموده است که در آن گل و بوته های آرایشی و میوه های سیتروسی پرورش کرده می شوند. استفاده سمرانوک زمین های نزد جمعیت منبع اساسی سبزگردانی و گلزارنمایی اطراف کارگاه ها و تامین کارمندان با میوه های سیتروسی می باشد. در همین روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی به فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود ارک صناعت آغاز بخشیدند. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود ارک صناعت آغاز بخشیدند. کارخانه ارک صناعت از جانب صاحب کار رستم رحیموف در ناحیه سینوی شهر دوشنبه ساخته شده است. در اساس سپرشتای رهبر دولت جهت رشد صنعت و استحصالات و تاسیس دادن جای های کاری نو ما تصمیم گرفتیم که یک کارخانه زمانوی استحصال نشکوی تشنجکان را براه مونیم. ما در آینده نقشه داریم که کارخانه را وسیع کنیم، جای های نوی کاری تاسیس کنیم و محصولات استحصال شونده را به بازار داخلی تامین کنیم پورا. سمت فعالیت کارخانه استحصال نوشکی های تشنشکن و آبیجاو بوده، در آن 28 نامگوی محصولات با رعایت طلبات استانداردهای وطنی و جهانی برآورده می شود. با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که خطهای تکنولوژی کارخانه از بانفوذترین شرکت های آمریکایی و اروپایی از جمله از کشورهای کانادا، ایتالیا و چخیا وارد کرده شده است. اقتدار لایحوی کارخانه در یک سال برابر با استحصال 8 میلیون ظرف نوشکی های تشنشکن بوده. محصولات آن در شکل و حجم گوناگون پیشنهاد بازار استعمالی کرده می شود. با تاسیس و با فعالیت آغاز نمودن انشاءات نو صنعتی 40 نفر ساکن محلی با کار و معاش خوب تامین گردیدند. وصلی خطهای نوی استحصالی که آینده نزدیک صورت میگیرد با افزایش اقتدار استحصالی نامگوی محصولات و شماره کارمندان مساعدت خواهد کرد. صاحب جای کار شدیم، جای خوب است، جای خوردن است، مثل سه وقت اوقات هم میتونیم، یکون کمبودی نیست. هشوی خام از داخل و قسمان از خارج کشور وارد و در انبارهای مخصوص با رعایت طلبات ذخیره کرده می شود. محصولات نهایی قبل از معاملات در آزمایشگاه کارخانه با اصولهای مخصوص تشخیص شده، متخصصان ترکیب و به خطری آن را توسط دستگاه های مؤثر میسنجند. همه محصولات های ما فرانشیزه می باشد، ما با شرکت های خارجی شرط‌نامه داریم، آی با ریسپتورا و دیزاین. همه محصولات هایی که ما استحصال میکنیم پورا ترکیب خیمیایی و باکتریولوژی آن را سنجیده میبرویم. پس از شناسایی با روند فعالیت و اقتدار استحصالی سروری دولت محترم امام علی رحمان از نمایش محصولات کارخانه بازدید نموده اقدام صاحب کار را نمونه عبرت نامیدند. طبق معلومات آماری از اول سال 2024 تا به امروز در شهر دوشنبه زیاده از 100 انشاءات نوی صنعتی بنیاد شده است. در این کارخانه ها نزدیک به 2000 ساکنان با کار و معاش خوب تامین گردیدند. در زمینه توجه و دستگیری های پیوسته رهبر دولت نسبت به بخش خصوصی، امکانات و اقتدارهای موجوده از جانب صاحب کاران وسیع استفاده شده، تطبیق لایحه های مربوط به رشد صنعت و استحصالات وسعت داده می شود. این روند برای تامین استواری اقتصادیات، تشکیل جای های کاری نو، بلند برداشتن اقتدار صنعتی کشور و رقابت ناکی آن زمینه می گذارد.
29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در محله پختکور ناحیه سینوی پایتخت مؤسسه دولتی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص نظامی را مورد استفاده قرار دادند. 29 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در محله پختکور ناحیه سینای پایتخت مؤسسه دولتی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص نظامی را مورد استفاده قرار دادند. مؤسسه دولتی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص نظامی برای آماده نمودن کادرهای افسری با معلومات عالی حربی پیش بینی شده است. کارهای ساختمانی انشاءات سال 2020 آغاز گردیده، در مدت 4 سال با صفت بلند و طرح مؤثر بنیاد کرده شده است. برای آماده سازی با صفت تعلیم در مؤسسه تمام شرایط ضروری با انفراساختار لازمه پیش بینی شده است. مؤسسه دولتی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص نظامی از 7 بنا عبارت بوده. بنای اساسی آن دارای صنفخانه‌های تعلیمی و تشخیصی، کتابخانه، 4 تالار مجلسی و اتاقهای دیگر می باشد و با شرایط مؤثر ضروری برای آموزش 640 نفر پیش بینی شده است. برای تامین افسران با جای خواب 2 بنای خوابگاه با 344 کت خواب بنیاد گردیده است. برای آب و تاب دادن و اجرای مشق‌های ورزشی در مؤسسه تالار بر هوای ورزشی با امکان تشکیل بازی‌های بسکتبال، والیبال و فوتبال خرد بنیاد شده است. بنای آشخانه برای 450 نفر پیش بینی شده با تجهیزات مؤثر ضروری مجهز گردیده است. در قسمت دیگر صحن مؤسسه بنای مهمانخانه برای 132 نفر در یک وقت ساخته شده است. مهمانخانه با نظرداشت امکانات و شرایط زمانوی و جوابگو به طلبات جهانی بنیاد شده، از 96 حجره، 3 مجلسگاه و حجره‌های دیگر یاری رسان عبارت است. در شفت مهمانخانه بنای دوشانه استقامتی برای متخصصان قامت افراخته است. همچنین برای برگزاری مسابقه های دیگری ورزشی میدان فوتبال جوابگو به استانداردهای جهانی ساخته شده است. همه بناهای مؤسسه دولتی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص نظامی با سیستم زمانوی متمرکز هواکشی و گرمدهی تجهیزانیده شده است. صحنه انشاءات پورا چراغان بوده، نمای آن با گل و بوته‌های آرایشی و درختها زینت داده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی با شرایط تعلیمی و کاری و فراغتی دعوت نمودند که متخصصان و اشخاص دیگر مسئول با بلند برداشتن صفت تعلیم و آماده نمودن افسران بالایوقت دقت جدی ظاهر نمایند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تالار مجلسی انشاءات مذکور با رهبریت و کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی ملاقات نموده، با آنها برای استفاده پرثمر و مقصدناک از شرایط در این مؤسسه نوی نظامی مهیا گردیده و برطرف نمودن کمبودی و نقصانهای جدی در فعالیتشان سپارشهای مشخص دادند. ضمناً سرور دولت محترم امامعلی رحمان به حکومت جمهوری چین برای کمک به بازگشت مالیوی و تکنیکی در بنیاد این مؤسسه عرض سپاس و قدردانی نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همه اشتراکداران واخوری را با جشن 30 سالگی کنستیتوسیا، افتتاح باز یک مؤسسه تحصیلات عالی و عرفه روز میلیسیه تاجیکی 10 نوامبر جشن گرفته می شود، تبریک و تهنیت گفتند. سرور دولت امید به فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیه کادرهای بلند اختصاص و نقش مقامات حفظ حقوق در تامین ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی اندیشه‌رانی کرده، توجه حاضرین را به یک قطار تهدید و خطرها از جمله اکستریمیسم و تروریسم و گردش غیرقانونی واسطه‌های نشئه‌دار جلب کردند و برای پرزور نمودن مبارزه با آنها در نزد کارمندان مقامات حفظ حقوق وظیفه‌های مشخص گذاشتند. وابسته به وضع امروزه جهان ضرور شمرده شد که مسئولین ساختارهای مربوطه به مسئله حفظ صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولت‌داری و مستحکم نمودن اقتدار مدافعوی دولت اهمیت اولین درجه ظاهر نمایند. پیشوای ملت همچنین مسئله پرزور گردانیدن کار در سمت رعایت طلبات قانون‌های ملی درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم
و در باره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند را تاکید نمودند. پرزیدنت کشور هدف بنیاد مؤسسه دولتی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص نظامی را تکمیل نظام آماده سازی کادرهای بلند اختصاص و به طلبات زمانه مطابق گردانیدن برنامه‌های تعلیمی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی عنوان کردند. اظهار باور کرده شد که با استفاده از امکانیت‌های بهترین مهیا گردیده، از جمله سیمخانه و تالارهای مجهز زمانوی و دیگر شرایط مطابق به معیارهای بین المللی، روند تعلیم متخصصان بهتر گردیده، در آن تجربه بهترین مؤسسه‌های تعلیمی مقامات حفظ حقوق جهان راه اندازی خواهد شد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به رهبران و مسئولین مؤسسه سپارش دادند که هنگام تیار کردن متخصصان و بازآموزی و تکمیل اختصاصی آنها به مسئله های خصوصیت کسبی اهمیت جدی داده، در ذهن و شعور شاگردان معرفت و جهانبینی وسیع، مهارت ملاحظه رانی، تحلیل وضعیت و وابسته به آن ملکه قبول و قرارهای ضروری را تربیه نمایند. در فراورده سخن، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که تعلیم گیرندگان مؤسسه نوی عالی تعلیمی یک جا با ساختار و مقامات دیگر در جاده ادای وظیفه های خدمتی خود، یعنی تأمین ترتیبات جمعیتی، آرامی و ثبات جامعه و مبارزه بر ضد همه گونه قانون شکنی، صادقانه و صافیانه سعی و تلاش خواهند کرد. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اخبار به انجام می‌رسد. سلامت و خانواده بمانید.